به نام خداوند بخشاینده و مهربان. در این برنامه می خواهیم عید قربان را با شرایط ذبح کردن آن به معرفی بگیریم. مسلمانانی که در کشورهای غیر اسلامی زندگی می کنند و اجازه ذبح نمودن قربانی را مطابق شریعت اسلام ندارند، در این حالت چه باید بکنند؟ در ادامه با تاوان پرودکشن همراه باشید. مشروعیت قربانی. قربانی در سال دوم هجری با دلیل شرعی قرآن کریم و احادیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم و حمل کردن صحابه اکرام ثابت و مشروع گردید. خداوند جل جلاله در مورد مشروعیت قربانی در قرآن کریم فرموده: فصل لربک ونهر، خاص برای پروردگارت نماز عید را بخوان و شتر را قربانی کن. آیا قربانی سنت است یا واجب؟ فقهای مذهب حنفی در این نظر هستند که قربانی واجب است، زیرا خداوند جل جلاله به صراحت امر نموده مسلمانان که توانایی مالی دارد قربانی کند و امر خداوند جل جلاله دلالت بر واجب بودن میکند. و رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث فرموده: کسانی را که توانایی قربانی دارند و عبادتش را به جا نمی آورند تعذیر نموده و فرموده است: مسلمانی که توانایی قربانی کردن را دارد و قربانی نکند، پس به مصلی و عیدگاه ما مسلمانان نزدیک نشوند. از این حدیث اثبات نموده که قربانی واجب است و اگر قربانی واجب نباشد، کسی قربانی نمی کند. حکمت مشروعیت قربانی. حکمت از مشروعیت این عبادت مالی بر علاوه ثواب و فضیلت به بخشایش گناهان مسلمانان بجا آوردن شکر الله متعال است که بر نعمتهای بنده های خود ارزانی فرموده که سنت ابراهیم خلیل الله را احیا و زنده نماید و در راه الله متعال مال مصرف نماید. در عین حال مسلمانان نفس خود را بر بندگی الله متعال تربیه می نماید. شرایط شخص قربانی کننده. حیواناتی که قابل قربانی است. تعیین سن و سال شرعی آن. شتر از 5 سال کم نباشد، گاو از 2 سال کم نباشد، گوسفند از 6 ماه کم نباشد و در ماه هم داخل شده باشد، بز از 1 سال کم نباشد. بعضی وقتا سوال خلق می شود که ثواب کدام یکی از این حیوانات برای قربانی بیشتر است، زیرا شتر قیمت و گوشت خوب و بیشتر دارد، در جایگاه اول قرار دارد و گاو در قدم دوم و گوسفند در قدم سوم و بز در قدم آخر. زمان قربانی عید قربان. ابتدای وقت قربانی. بعد از نماز عید قربان شروع می شود و ختم و پایان قربانی غروب آفتاب روز سوم عید است. خب دوستان، تشکر از این که با ما همراه بودید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار. فراموش نکنید چینل ما را سابسکرایب نمایید.